یک گزارش زنده از حمله زامبی ها به بدترین شکل ممکن. گلاسیا سلام. امروز میخوام فیلمی که خیلی بهم پیشنهاد داده بودید ولی نذاشته بودم، مثل خیلی های دیگه واقعا نمیرسیدم. فیلم ریک محصول سال 2007 که یکی از بهترین فیلم های سبک زامبی حساب میشه و هم محتواش باحاله هم به نظرم خیلی خفن به ساخت رسیده. قبل شروع فیلم یه درخواستی ازتون دارم. من چند تا ایده میخوام که جدا از خلاصه فیلم توی کانال گلاسیا قرار بدم. اگر ایده ای دارید لطفا برام کامنت بذارید، اگرم نه به کامنت های سر بزنید و ایده خوب و یه لایک بکنیدش که بتونم همون اجرا بکنمش. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسلو مسپلو کامرا صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی خبرنگاری به نام آنجلا رو میبینیم. آنجلا به یه ایستگاه آتش نشانی رفته و میخواد اونجا یه گزارش تهیه بکنه. با رئیس این مرکز هم صحبت میکنه و خیلی از جاهای مختلف رو بهش نشون میدن. بعدم میره پیش بقیه کارمندا و بعد اینکه یکم با شوخی و خنده باهاشون آشنا میشه، شروع به مصاحبه با چند تا از اونا میکنه. یکم مصاحبه حوصله سربر میشه چون هر کسی سوال میکنه که چطوری و شباتون چطوری میگذرونید، خیلی عادی میگن همه چیز عادی و رو روال همیشگیمون داره پیش میره. برای اینکه یکم گزارش جذاب‌تر بشه، میره تا با زنهای این مرکز صحبت بکنه که هیچ کدومشون حاضر نیستن این کارو بکنن، انگاری از کارشون خجالت میکشن. در آخر هم برای جذاب‌تر شدن گزارشش میره تا با بقیه آتش‌نشان‌ها بسکتبال بازی کنه. اینجاست که یه دفعه تماسی با مرکز میگیرن و بهشون یه خبر فوری میدن که باید سری به جایی برسن. سری آتش‌نشان هم سوار ماشینشون میشن و آنجلا و فیلمبردارش هم موفق میشن اونا رو قانع کنن تا همراهشون برن. قضیه از این قراره که یه نفر زنگ زده و گفته زنی توی آپارتمانش جیغ بلند کشیده و هر چی تلاش میکنیم جواب نمیده. الانم پلیس ها اونجان و منتظر آتش‌نشان رو برن تا درو بشکنن. خلاصه که به مقصد میرسن و میرن داخل. چند تا همسایه ها طبقه همکفن و توضیح میدن که از کدوم طبقه صدا رو شنیدن. جایی که میبینیم که مامور پلیس هم منتظره. آتش‌نشان اصلیمون میره جلو با تبر موفق میشه درو بشکنه و میرن داخل. اینا میفهمیم کسی که اینجا زندگی میکنه یه زن تنهاست و فقط چند تا گربه داره. دارن داخل دنبالش میگردن که یه دفعه اون زن و گوشه ای از اتاق میبینن. ولی هرچی سراش میکنن جواب نمیده و فقط صداهای عجیب در میاره. بعدن به اتاق دیگه میره و همه میرن دنبالش. اینجاست که متوجه میشن سر تا پای این زن غرق خونه و رفتاراش اصلا شبیه انسان ها نیستش. مامور پلیس میره جلو تا متوقفش کنه، اما یه دفعه زن بهش حمله میکنه و با وحشیگری گردن اونو گاز میگیره. بقیه میرن جلو تا اونو جداش بکنن، اما زور زن بیش از حد زیاده و وقتی هم جداشون میکنن میبینن که مامور به شدت آسیب دیده. آنجلا هم که خیلی وحشت زده است و فقط داره جیغ و داد میکنه جلوی دوربین و توضیح میده که چه اتفاقهایی افتاده. خونریزی مامور پلیس خیلی زیاده و به زور نوعی برنش طبقه پایین تا آمبولانس برسه و سریع ببرنش بیمارستان. مشکل اینه که وقتی به طبقه پایین میرسن میبینن در ورودی ساختمون کاملا قفل شده و هیچ راهی برای خروج نیست. البته یکی از همسایه ها دانشجوی پزشکیه و تصمیم میگیره که بیاد کمک مامور پلیس. یه مامور پلیس دیگه هم اینجاست که با بیسیمش با افراد بیرون ساختمون صحبت کنه تا بفهمه چی شده. اونا هم اطلاع میدن سازمان بهداشت اومده و دور تا دور خونه رو بسته و گفته که به هیچ وجه کسی نباید از اینجا بیاد بیرون. دلیلش هم نمیدونیم. همه همسایه ها وحشت زده شدن، ترسیدن و هیچ کس هم کاری از دستش بر نمیاد. این وسط یه دفعه از طبقه های بالا یکی دیگه از همسایه ها پرت میشه پایین و مثل مامور پلیس بدنش گاز گرفته شده. با اینکه بعدش هم خیلی اشتباهه، اون همسایه‌ای که پزشک بود میبرتش تا درمانش بکنه چون میگه هنوز ضربان قلبش میزنه. حالا صدای فریاد زن رو از طبقه های بالا میشنون. آنجلا و فیلم بردارش همراه مامور پلیس میان تا بفهمن صدای چیه، که میبینن یه زن دیگه افتاده رو زمین و انقدر وضعیتش بده که مطمئنن جونش رو از دست داده. اون طرفش هم همون زنی هست که اول از همه به این بیماری دچار شده و میبینیم که لب و دهنش خونی و مشخص اون این بلا رو سر زن آورده. مامور میره طرفش رو میگه دست بذار رو سرت و تسلیم شو، اما زن هی به طرفش میاد تا جایی که پلیس به سمت شلیک میکنه و بعد چند تا گلوله جون اونو میگیره. وقتی میره طبقه پایین وضعیت همسایه ها بیشتر به هم ریخته. حتی پلیس سمتشون اسلحه میگیره تا اونا رو مجبور کنه که اینقدر به در و دیوار نکوبن و سر جاشون بشینن. نزدیک به نیم ساعت گذشته و حالا آنجلا دوباره داره گزارشی تهیه میکنه و میگه که توی ساختمون چه خبره. همسایه ها دنبال کمک های اولیه ان، بلکه زخم های بقیه رو درمان بکنن و کلا شرایط خوب نیستش. یه صحبت هم با همون همسایه پزشک میکنه و در مورد حال بیمارها میپرسه. اونم میگه که دو نفر باقی مونده اصلا وضعیتشون خوب نیست، گردنشون به شدت آسیب دیده و هر لحظه دارن بیشتر تب میکنن. از بقیه همسایه هم سوال میکنه تا نظرشون رو بدونه. همشون ترسیدن و میگن یه ربطی به دولت داره و الان دلیلی نداشته که در اینجا رو ببنده. یکی از مردم هستش که میگه مطمئنم به خاطر همسایه های چینی مونه. اونا همه غذایی میخورن و کلا خیلی بیش از حد کثیفن و ممکنه اونا یه بیماری برای ما آورده باشن. دقایقی بعد مامور پلیس همه رو جمع میکنه و بهشون میگه از بیرون خبر دادن که سازمان بهداشت معتقد یه بیماری توی این ساختمونه و الان قراره یه پزشک بفرستن تا هممون نمونه خون بگیره.
هر کسی که حالش خوب باشه میتونه خیلی راحت از اینجا خارج بشه. یکم همه آروم‌تر میشن تا یکی از پزشکا با لباس‌های کاملا پوشیده میاد داخل ساختمون. اول از همه میره سمت اون دو نفری که گاز گرفته شدن و نمونه خون اونا رو میگیره. نکته ترسناک اینه که آنجلا و فیلمبردارش میخوان از روش بررسی بیمارها فیلم بگیرن، اما اونا میبرنش توی اتاق و اصلا نمیذارن که کسی بیاد نزدیک، چون میخوان کارهای محرمانه ینگار انجام بدن. همینم باعث یه سری شک توی ذهن آنجلا میشه. اون معتقده که حتما یه بیماری که خیلی خطرناک و واگیردار اینجاست که انقدر حساسن و نمیذارن حتی بیمارها رو ببینیم. برای همینم اگه این واقعی باشه هیچ وقت قرار نیست ما رو از اینجا خارج بکنن. میخوان هممون رو همینجا از بین ببرن. برای همینم با کلی تلاش موفق میشه از شیشه بالای اتاق یه فیلمی از داخل بگیره. میبینیم که پزشک اول از همه دست و پای این دوتا بیمار رو کاملا میبنده و بعدم چیز رو به رگشون تزریق میکنه. اما طولی نمیکشه که گرفته با وحشیگری از جاشون بلند میشن و سمتش حمله میکنن. مامور پلیسی هم که اونجاست موفق میشه این پزشک رو نجات بده. دوتایی سری میان بیرون، آنجلا رو فیلمبردارش رو هم میبینن. همه حسابی ترسیده و وحشت زده شدن که میبینیم همون دوتا بیمار با وحشیگری میان سمت در و انقدر زورشون زیاده که در رو میشکنن. این چهار نفر هم سری پا به فرار میذارن. بعدم میان طبقه همکف و در گاراژ رو کاملا قفل میکنن که یه موقع نتونن بیان بیرون. حالا همه دیگه مطمئنن یه چیز خیلی وحشتناک داره اتفاق میفته و از همین پزشک سوال میکنن که جریان واقعی رو بگو. اونم توضیح میده که ما معتقدیم این بیماری از یه سری سگ به انسان ها داره منتقل میشه. نمیخواستیم به مردم اطلاع بدیم که وحشت زده نشن، اما واقعا داره اتفاق میفته. توی این ساختمون هم فقط یه مادر و دخترن که سگ دارن و برای همینم همه با عصبانیت و مقداری ترس به این دو نفر نگاه میکنن. مادر با صدای آرومی میگه دخترم چند روز علائم مریضی داره و نمیدونم چشه. پزشکم میگه پس باید حتما اون رو بررسیش کنیم فقط برای اینکه مطمئن شیم و یعنی خیالتون راحت بشه اتفاقی برایش نمیفته. البته مادر خیلی وحشت زده است و نمیخواد بذاره که معاینش کنن. اما طولی نمیکشه که یه رفیق دخترش بهش نگاهی میندازه و با وحشیگری صورت مادر رو گاز میگیره. بقیه هم سری میان سمت این دو نفر و میبندنشون به پله‌ها تا نتونن دیگه جاشون تکون بخورن. اینجاست که اون همسایه‌های چینی میان سمت پزشک و میگن ما باید بریم طبقه بالا. پدر بزرگ مادر بزرگمون اونجان و هنوز نمیدونیم که چه اتفاقی براشون افتاده. پزشک عصبانی میشه و داد میزنه چرا زودتر نگفتید که کسی هنوز توی ساختمون مونده. باید همه رو از قبل دور هم جمع میکردیم. به آرومی همراه مامور پلیس، آنجلا و فیلمبردارش میرن به طبقه بالا. به اونجا میرسن و حالا چیز ترسناک‌تری رو میفهمن. اون زن بیمار اولی که بهش شلیک کرده بودن سر جاش نیست و مطمئنا از جاش بلند شده و هنوز زنده است. از اون طرف همین که برمیگردن میبینن دختری که صورت مادرش رو گاز گرفته بود خودش رو رها کرده و الان پشتشون وایساده. مامور و پزشک به آرومی میرن سمتش و سعی میکنن یه جوری اون رو بیهوشش کنن، اما دختر یه دفعه به مامور حمله میکنه. یه آتش نشان هم همراهشون رو سعی میکنه اون رو نجات بدهتش، اما موفق نمیشه و مامور میگه شما برید پایین و فقط فرار کنید، من این دختر رو یه جوری نگهش میدارم. البته میبینیم که دختر از قبل اون رو گاز گرفتتش. بقیه میخوان فرار کنن که یه دفعه همون زنی که اول از همه بیمار شده بود جلو راهشون سبز میشه. موفق میشن اونم کنار بزنن و میرن طبقه پایین و میبینن حالا در گاراژ هم داره میشکنه. بیمارهایی که اون طرفش بودن با وحشیگری دارن میان داخل و حالا هیچ جای امنی براشون نمونده. به ناچار به طبقه بالا فرار میکنن و با گذشتن از چند تا زامبی موفق میشن خودشون یه جای پناه بدن. البته که یه چیز خیلی دردناک دیگه هم میفهمن. پزشکی که اومده بود تا همه رو درمان بکنه و نمونه خون بگیره تو اتاق گیر افتاده و حالا خودش هم به بیماری مبتلا شده. آنجلا و فیلمبردارش، رئیس آتش نشان‌ها و یکی از همسایه‌ها تو اتاقی میرن و اونجا همسایه توضیح میده که باید یه راه فراری پیدا بکنیم. هرچی هم به پنجره میکوبن و داد میزنن پلیس حاضر نیست بیاد کمکشون رو درو براشون باز بکنه. این همسایه میگه که یه راهی از زیر زمین هست، اونجا یه دری داریم که قفل و اگه بتونیم بازش کنیم ما رو به بیرون از ساختمون میبره. البته کلیدش تو خونه همون همسایه یک دانشجوی پزشکی بود و اول از همه اومد کمک بقیه. کسی که حالا تو طبقه پایین خودش هم مبتلا شده و داره به بقیه حمله میکنه. وسط این صحبت ها یه رفه پزشک سازمان بهداشت به این همسایه هم حمله میکنه و اونو هم مبتلا میکنتش. حالا آتششان و آنجلا و فیلمبردارش میخوان فرار بکنن. منتها مشکل اینجاست که نمیدونن خونه اون دانشجوی پزشکی توی کدوم واحده. فکری به سرشون میزنه و با زحمت موفق میشن چند تا همسایه مبتلا بگذرن تا بیان به طبقه همکف. اینجا صندوق پستی همه همسایه هاست و دنبال اسم و فامیل همون پزشک میگردن که قبلا شنیده بودنش. موفق میشن بفهمن که توی طبقه سومه، راهی که الان پر از همسایه های مبتلا به ویروس زامبیه. به طبقه دوم که میرسن یه دفعه تمام چراغ های ساختمون قطع میشه و هیچ چیزی رو نمیبینن. فیلمبردار موفق میشه که فلش دوربین رو روشن بکنه و بالاخره به طبقه سوم میرسن. واحدم پیدا میکنن
و با استفاده از یه چوب درشو میشکنن. حالا میرن داخل و دنبال کلید میگردن. دست کلید هم پیدا میکنن، اما همین که میخوان بیان بیرون، آتششان مورد حمله قرار میگیره و موفق میشه که آنجلا و فیلم بردارشو فراری بده. اونام قبل اینکه به زیر زمین برسن مجبور میشن بیان داخل یکی از ساختمونا پناه بگیرن که آنجلا با چیزهای خیلی دردناک و وحشتناکی روبرو میشه. روی در و دیوار پر از عکس‌های مختلف در مورد تحقیق‌های از همین ویروس، تحقیقاتی که توسط کلیسا انجام شده و کلی راهب داشتن در موردش میخوندن. مشخص نیست چه جوری شروع شده، فقط چند تا متن در موردش میبینه. اما قبل اینکه بتونه بیشتر یاد بگیره، فیلمبردار میچرخه و یه دفعه پسر مبتلایی بهش حمله میکنه. فیلمبردار میاد عقب، اما فلشش شکسته و حالا فقط دوربین خودش دید در شب داره. هیچ چیزی نمیتونن ببینن و متوجه میشن چند تا از این آدمای مبتلا طرف دیگه خونه وایسادن. برای همینم هم کاملا ساکت میمونن که یه موقع پیداشون نکنن. وقتی مبتلاها از در خروج خونه فاصله میگیرن، فیلمبردار و آنجلا یه رفعه شروع به دویدن میکنن، اما اونا صداشون رو میشنون و میان سمتشون. موفق میشن که فیلمبردار رو گیر بیارن و به شکل وحشیانه جونشون میگیرن. آنجلا هم سری دوربین رو برمی‌داره و میخواد فرار کنه. اول یه گوشه پناه میگیره و تو سکانس آخر میبینیم که یه نفر اونو از پشت میکشدش روی زمین و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. یکی از رفقا کامنت گذاشته بود چرا هر وقت داری حرف میزنی کج نگاه میکنی؟ آقا من کج نگاه نمیکنم، این نورم از این سمت میتابه، این ورم میکنه تاریک میزنه. بعد عادت هم دارم یه خورده اینطوری نگاه میکنم. فکر کنم الان امروز خیلی دارم میخورم کار میکنم مستقیم باهاتون حرف بزنم. ریک به نظرم همون فیلم های خفنه، به خاطر اینکه هم پروژه ساختش خوب بوده، هم اینکه سبک فاند فوتج کلا خیلی ترس فیلمو 10 برابر میکنه. قبلا هم در موردش حرف زدیم، سبک فاند فوتج به سبکی گفته میشه که مثلا انگاری دارم با گوشی فیلم میگیرم، با دوربین دستی، هندیکم. کلا فیلم برداری جوری شکل میگیره که انگاری چشم غیر مسلح انسان داره اون صحنه رو تماشا میکنه. برای همینم المان های ترس کلا چندین برابر میشن و خفن تر فیلم. این کیه زنگ میزنه؟ الو. قبلا هم این سبک فیلم گذاشتم، بازم میذارم چون به نظرم یکی از بهترین های سبک ترسناک حساب میشه. همه ژانرها هم توش داره و خیلی به نظرم خفنه. کلا بریم سراغ پایان بندی فیلم. در پایان فیلم ما همون سکانسی رو دیدیم که توی یکی از اتاقا میبینن کلی عکس و نوشته و اینجور چیزاست و یه سری از این آدمای مسیحی هم توی عکسان که دارن تحقیق میکنن و انگار خیلی چیزهای مهمی رو در مورد این قضیه پیدا کردن که توی قسمت‌های بعدی فیلم بهش میرسیم. سری فیلم رک شامل 5 نسخه است. آخرین نسخه‌ش هم اسمش آپوکالیپس آخر از زمانه. اگر که خوشتون اومد ازش حتما کامنت بذارید تا اینم ادامه بدیم مثل سری فیلم اره تمومش کنیم با هم دیگه. اینم بگم فیلم رک جزو همون دسته فیلم‌هایی بود که دوران کرونا خیلی بهش اشاره شد، به خاطر اینکه میگفتن همیشه داره پیش بینی می‌کنه، مخصوصا همون سکانسی که مرده داره حرف می‌زنه و میگه به خاطر چینیاس و همینطوری بهشون تیکه می‌ندازه. و خب دیدیم که کرونا آخر چه جوری شروع شده بود. این فیلم در کنار قطاری به بوسان و فیلم شیوع دوران کرونا خیلی مورد توجه قرار گرفت. نکته آخرم که یه نسخه آمریکایی هم ازش ساختن به اسم قرنطینه محصول سال 2008. اینطوری نیست بگیم فیلمش ازش الهام گرفته، سکانس به سکانس همین فیلم رک و توی اون انگاری بازسازی کردنش، ولی خب زبانش انگلیسیه، نمرش هم پایینه، اندازه فیلم رک خفن نیستش. در آخرم دوباره میگم اگر ایده‌ای برای کانال دارید که خلاصه فیلم نباشه، یه سری فیلم که جدا از اینها قرارشون بدم، حتما کامنت بذارید. اگرم که ایده‌ای ندارید برید توی کامنت ها ایده های بقیه رو بخونید و اون خوباشو لایک کنید. هر کدوم بیشتر لایک بگیره من حتما توی کانال پیاده سازی میکنمش. امیدوارم خوشتون اومده باشه، خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.